با درودی دوباره خدمت یکایک که شما خوبان و نازنینان، سعید بهوانی هستم. در این دهمین روز، دهمین روز از یازدهمین ماه در پانزدهمین سال از سومین هزاره، خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس داریم از اون دسته از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه به ما یاری میرسن. همطور که میدانید روز سه‌شنبه در این ساعت گفتگو میکنیم با آقای حشمت رئیسی. امیدوارم که اون گفتگوی قبلی رو هم شنیده باشید تا اینکه این وجه تمایزا کاملا معلوم باشد و روشن گردد. اتفاقی که افتاده، من اینا را همه این ماجراها رو مرتبط با انتخابات پیش رو میدونم و باورم بر این استش که نظام در یک شرایط ملتهب به سر میبرد، به خاطر اینکه بالاخره بیماری خامنه ای موضوع است، مرگ خامنه ای موضوع است، پس از مرگ خامنه ای تکلیف چیست و این اصلا با دوره خمینی و جنگ و اینا قابل مقایسه نیست. دنیا تغییر بزرگ کرده، بنابراین حتی اینجا هم صحبت شد به اثر اینکه غرب حاضره به شرط که تحول در این نظام صورت بگیره. بدون تحول در نظام، شما دیدار آقای نتانیاهو رو با آقای اوباما حتما بهتر از من تعقیب کردید و دنبال کردی، این نتانیاهو نتانیاهوی نبودش اومد زد در اتاق و واکر رفت و گفتن جلسه، گفت من جلسه ملسه حالیم نیست، زد رفت تو اتاق پرزیدنت آمریکا. ولی این بار میبینی که حالت تعظیم و تکریم داره و باز هم اوباما اصرار بر این کرد که نه، من حاضر نیستم که ایران به سلاح اتمی دست پیدا کنه و ماجراها. اما این شمای کلیه، اما چه در داستان میگذرد و اونی که دستگاهی که زیر نظر ولی فقیه داره می شود، رسانه ها، این که روحانی گفت یه روزنامه می نویسه فردا قوه قضایی مأمور اجراست و یارو صادقشان هم بهش برخورد و گفت نه اینجوری نیست و حرف شما خلاف قانون است، ولی واقعیت همین است. و آیا این یک بازی بود برای اینکه چنگ و دندان نشان بده؟ خب کتک زدن آدم ها رو، کتک زدن، عده مجروح شدن، عده زیادی بازداشت شدن. آیا این میخواد تمرین کنه چنگ و دندان نشان بده برای اینکه اینجور که تیم مقابل خودش یعنی رفسنجانی بیان میکنه، این انتخابات گفت در انتخابات پیشم گفت شعر سعدی رو استفاده کرد که به جوی با بیل میشه بست و با پیل نمیشه که آهن جلوشو گرفت، در این انتخابات هم همین گونه پیش بینی میکنه و میگه مردم میان و حقشون رو خواهند گرفت. ببینیم که آقای رئیسی از منظر خودش این داستان رو چجوری برای ما تعریف میکنه. آقای رئیسی، شما این اوضاع رو چگونه دیدی، چی فکر میکنی و داستان رو به کجا مرتبط میکنی؟ خوشحال میشیم نظر شما رو هم بشنویم. بفرم. بله، بازگذارم اینکه فضایی رو دائما فراهم میکنید که با عزیزان در گفتگو باشیم، در تعامل باشیم و اینکه در صورت هر کس از زاویه دید خودش، متدولوژی خاص خودش در صورت به این پدیده‌ها و رویدادها بنگرد. حساسیت اوضاع منطقه رو به اندازه کافی صحبت کردیم و مسئله داعش، مسئله تروریسم و اینکه به تازگی هم آقای ملک سلمان در صورت در ترکیه خواهد بود. بزرگترین هیئت
همراه یک رهبر در شاید طول تاریخ رو آقای ملک سلمان داره میبره ترکیه با 1000 نفر. گرانترین هتل اروپا رو که در ترکیه هست محل اقامت این هیئت 1000 نفر است. یعنی به طور آشکار روشن است که سرنوشت سیاست های عربستان با ماجراجویی های ترکیه به هم گره خورد. این سیاست شکست بخوره طبیعتا اوضاع در خاورمیانه دچار دیگر گونی های قابل توجهی میشه. یعنی محور آنکارا، ریاض و قطر که این پدیده داعش، مسئله سوریه، مسائل عراق، مسائل یمن، همه اینا رو به وجود آوردن و جنگ قدرت هست در کانون خاورمیانه. با این اعتبار که با تمام قدرت دولت ترکیه رو عربستان تقویت کنه، تقویت اون به مثابه پیشبرد رابرد استراتژیک مشترک اینها هست. اگر به ویژگی های این توجه بکنیم، قبلا هم صحبت کردم من که در داعش دو گروه، دو ایدئولوژی کاملا با هم همسو شدن، متحد شدن، هم پیمان شدن. یکی پانترکیسم هست که پرچمدارش اردوغان هست، آشکار بیپرواه خواهان احیای امپراتوری عثمانی است. در این راه هم هیچ گونه پنهانکاری نمی کنه که به اصطلاح ما را وادار کنه به گمان زنی، یعنی بر پای حدس و گمان صحبت بکنه. نه، کاخی درست کرده که از کاخ الیزه و کاخ سفید و کاخ کرملین و اینها با شکوتر، صندلی های طلای عصر عثمانی و به اصطلاح نگهبانان و گارد احترامش هم همون صورت سرباز های دوران های مختلف عثمانی. اگر هم نگاه به ترکیب داعش بکنیم، میبینیم که در اونجا ترکان افراطی مثل چچن ها که استخونبندی به اصطلاح مهم داعش هستند، تاتارها، اینگوشها، ترکایی از آسیای میانه، ترکایی از سینکیان که چین، اینها تجمع پیدا کردن در اینجا. و از طرف دیگه به اصطلاح خلافتگرایان عرب جاش برای پلانشون هم دادن، هیچ وهمه هم این هم ندارن. البغدادی و داعش نقشه امپراتوریشون هم اعلام کردن، از آسیای میانه، مرزهای چین، بخشهای قابل توجهی از چین تا افغانستان، تا بخشهای قابل توجهی از هندوستان و تا اندلس اسپانیا، نام در این راستا حرکت میکنن. یعنی خلافت عثمانی و خلافت اموی در اوج اقتدارش فصل مشترک این دو گروه است. و ایدئولوژی تهاجمی اینها مشترک عمل میکنه، پان ترکیز از یک سو هست و پان عربیز از سوی دیگه، که با ایدئولوژی تند و فصل مشترک هر دو توی اسلام، قرائت ویژه از اسلام، اینا رو به هم پیوند میده. پس ادعاها خیلی بزرگ و جهانی است، یعنی یه امپراتوری عظیم. طبیعتا دولت روسیه کاملا مطمئن که اگر دامنه آشوب منجر به پیروزی داعش
در سرزمین سوریه بشه، بی تردید عراق هم سرنگون خواهد شد و دولتی یک پارچه از اونها به وجود خواهد. و بعد تعرضات فرامرزی اینها تازه آغاز میشه که آسیای میانه و منطقه سینکیانگ از حالا نیروهاشون فرستادن افغانستان که از اون مدخل به آسیای میانه برن و تاتارهای کریمه و چچنها و همه اینا تعرضات برون مرزی خودشون رو خواهند داشت. در این رابطه در جغرافیای اینها ایران جزء سرزمین هایی است که باید همونطور که در صدر اسلام به اشغال درآمد به اشغال در پان ترک ها هم نقششون کشیدن، یعنی از آنکارا تا اولانباتور این منطقه رو منطقه توران بزرگ می نامن و به اصطلاح تمام این پدیده رو ترک تبار می دانن با نیای مشترک و خصوصیات مشترک، یعنی کاملا حالت تعرضی به تمامیت ارض ایران هم جز الا ینفک این پدید است. غیر از این ادعاهای بزرگ، ادعاهای کوچکتری هم هست که همانا تجزیه آذربایجان که پانتورکا الحاق به سرزمین ترکی رو در دستور کار قرار دادن و الحاق و وعدت طلبان یا الحاق گرایان وعدت دو آذربایجان رو که اینجا در باکو این ایده تبلیغ میشه. عرب ها روی مسئله خوزستان مکس ویژه میکنن، یعنی دو محور تعرض به تمامیت ارضی ایران توسط عرب ها سازماندهی میشه، یکی روی عنصر عربیت در خوزستان و دوم روی عنصر سنیت که بیشتر در بلوچستان این استعداد رو تجربه میکنه. از نظر من فکر نمی کنم این مسائل ساخته ذهنیات این فرد و اون فرد باشه. هر سالم تعداد قابل توجهی بورسیه از افراد مستعد آذری زبان خود ما که استعداد افرادگرایی و تمایل به پانترکیز دارن رو میبرن با بورسیه دولتی ترکیه آموزش میدن. این سهمیه رو اگر دقت بکنید در مورد تاجیکا هست، سهمیه دارن از ترکان اونجا، از ازبک ها در افغانستان سهمیه دارن و اینها کادسازی ایدولوژیک میکنن برای اون دنیای رویای امپراتوریشون و اینها پژوهشگرانی رو تربیت میکنن که به قولی کمیتگرا هستن، در جستجوی هرچه بیشتر بهتر هستن و اینا خیلی راحت خیلی راحت تاریخ رو تعریف میکنن و دروغهای خودشون هم باور میکنن. مثلا بیاد دارم که اینا مدعی هستن عید نوروز رو ترکان درست کرد، خیلی راحت. و حتی به خاطر این که قدمت به اصطلاح تمدن ترک رو به اصطلاح مقدم بر سایر نژادها پیش ببرن، در ترکیه آکادمیسیان هاشون خیلی راحت میگن سومری ها ترک بودن، بابلی ها ترک بودن. حالا هر چقدر میگیم که بابا اینا نه ترک بودن نه فارس بودن، نه اینا سامی بودن، اینا تمدن های سامی هست، حالا این حق تقدم با اون هاست. و اینا از این تعریف ها خود منم در باکو با اینجور اساتید و دانشگاه های اونجا بحث و گفتگو داشتم در این زمین ها که چقدر تاریخ سازی میکنن، جعل تاریخ میکنن. پس بنابراین در اینا خیلی دوست دارم واژه هایی به کار برم، بزرگ، خیلی بزرگ، خیلی زیاد،
هیچ به آمار و ارقام هم چیز نمی کنن. گزافگویی جز چیز دائمی شده. برای نمونه به خاطری که تاکید کرده باشم، آقای حسین محمدزاده صدیق پیشگفتار بر دیوان لغات الترک کاشگری تاکید میکنه که از پانترکیستا هست، میگه زبان مکتوب فارسی در گستره تاریخ در ایران و سویه های آن گرچه بر مبنای گویش های تاتی و افغانی و پهلوانی پریزی شده، اما در واقع به مثابه فرزند ادبی ترکی اوغوزی پدیدار گشته. حالا به قول معروف آخرین نوشته های مکتوب بود که از اینا بسه اولین نوشته های مکتوب رو بخوای دنبال بکنی قدمت آنچنانی نداره، چون در صورت قبایل بیابانگر اینا فرهنگ نوشتاری نداشتن، فرهنگ شفاهی. همه ایلات و عشایر و قبایل اینجوری هستن. به خاطر چی مثلا عرب ها وقتی که صاحب کتاب شدن اینقدر تاکید روش میکنن؟ صاحب کتاب شدن یعنی قرآن اولین کتاب مکتوب این هاست دیگه. به خاطر همین یک عظمت قدسی به این کتاب میدن و هر کس سعی میکنه که صاحب کتاب بودن خودش رو مثلا متأخرتر ندونه، یعنی پیشگام بدونه. به همین دلیل یهودی هم ادعا میکنن که ما اولین قومی هستیم که صاحب کتاب شدیم. تاریخ سازی خیلی زیاده تا از این طریق حتی دور بزنن فینیقی ها رو که الفا رو اینها بس و کش کردم. این سخن واژه نوپدید افغانی برای زبان رو از کدام متن تاریخی و جغرافی آن روزگار بیرون کشیدم؟ معلوم نیست. این ویژگی قومگرایانه، یک گرایش فزون خواهانه و یک تاریخ به اصطلاح دروغین کاذب درست میکنن تا بتونن به اصطلاح جاذبه هایی رو ایجاد کنن که برای یک امر والا دارن می جنگن و یا مبارزه می کنن. و این اگر در تاریخ معاصر چین مسائلی رو نمی بینی، پس کسانی بودن که جلوی رشد ما رو گرفتن، کسانی بودن که ما رو سرکوب کردن. و نزدیکترین نام و نشان برای این که اتهام سرکوبگری بونها داده بشه فارس هست. و فراموش میکنن که ته هزار سال اخیر تمام ایلات ترک تبار بر این منطقه حکومت کردن. این قدرت سیاسی همواره دست اینها بود، قدرت نظامی همواره دست اینها بوده. پس بنابراین فارسا ابزاری جز قلم نداشتن، ابزار یعنی شمشیر دست اونها بود همیشه. پس بنابراین فارس نمیتونسته با اتکاب قوه قهریه و فیزیکی مانع پشت زبان شما بشه، مانع فراگیر شدن زبان شما بشه. بهش کدوم نه دروغ تاریخ. اونا هر فرهنگ و تاریخ بی مالک و بی سندی رو از آن خودشون میکنن. همین الان هم نگاه بکنید، این جمهوری آذربایجان هر روز یه پدیده ای که به اصطلاح میتونه ریشهش ایرانی باشه، ریشهش جای دیگه باشه، سعی میکنه تو سازمان ملل به اسم خودش به ضبط برسونه. چرا این کار میکنه؟ البته تو اونجا من بودم، تو آذربایجان یه رقابت کوری هم با ارمنی ها دارن تا جایی که به صورت جوک هم در آمده بود تو اونجا که مثلا یکی از باستانشناسای ارمنی ادعا کرده بود که مثلا در منطقه حفاری شده فلان جا ما سیم کشف کردیم، نشون میده ما از سیم مثلا به عنوان وسیله ارتباطی استفاده کردیم. یک آذری هم گفته بود اتفاقا ما هم حفاری کردیم سیم کشف نکردیم، نشون میده از بی سیم استفاده کردیم.
یعنی تا این حد خیابانی هم این درگیری ها بیش میده. این سخنان به هنگام پیکار با پانتورکا با تزاریسم روس و گرایش اونها به رفتن زیر پرچم دولت در آستانه فروپاشی عثمانی بیان میشده. این سخنان که از کتاب پانتورانیست نوشته زارار وان واگو شده میشه ما را در شناخت پیوند و همانندی ها و ناهمانندی های این پدیده‌های نژادی چیز بکنیم. در صورت نژادگرایی هر شکلش که بروز بکنه پدیده شومی هست. نه تو بخوای جعل تاریخ بکنی دان نژاد خودت رو برتر بکنه. از دلش فاشیست در میاد. از دلش نسل کشی در میاد. پس بنابراین اگر ما دو نوع به اصطلاح معرفت شناسی رو رصد بکنیم در رابطه با مسائل نژادی یا پیدایش انسان، یکی تفسیر دینی هست که خب آدم و حوا و اینها و این داستان ها هست که به وجود اومده و نیای مشترک همه این است. در ادیان ابراهیمی همه مشترک، اسلام، مسیحیت، یهودیت. یکی اندیشه های داروین هست که اندیشه علمی است. بر اساس اندیشه داروین میدونیم که خب چه مراحل رو تکامل طی کرد و مقبولیت انسان های علمی روی اندیشه داروین مکس میکنه. وقتی که اندیشه داروین رو مطالعه میکنی از دل اون به چیز خاصی از برتری که نژادی نمیرسی، بلکه انسان ها این پروسه رو طی کردن، هیچ برتری هم بر هم دیگه ندارن، علاوه جمجمه مغز فلان بهمان بیسار در صورت. ولی این پدیده نژادهای قومی مسئله شده که از نگرش نژاد شناسی بخوایم این پدیده رو دنبال بکنیم. ببینیم تاتارها، ترکا، ترکمنها، ازبکها، مغولها، منچوها و دیگران از یک نژاد همخون هستند و برابرین با یکدیگر برابرن. از نظر جامعه شناسی هم اکثر اقوام مزدور دارای خصوصیت اخلاقی، آداب و رسوم واحد هستند. همه اونا مسلمانن، به گویش های مختلف ترکی تکلم میکنن، لذا نه فقط از نظر نژاد شناسی بلکه از لحاظ جامعه شناسی هم یه ملت واحدن. یعنی اگر اسلام گرایان روی امت واحد جهانی مکس میکنن و به همین دلیل هم ادعاهای بزرگ فرامرزی دارن، یعنی ادعا دارن امپراتوریشون از اندلس تا به اصطلاح هندوستان و چین باید بره، اینا هم روی خصوصیات مکس میکنن و در نتیجه به عنوان نیروی کاملا قانون شکن، یعنی بر علیه قوانین بین المللی که این مرزها رو به رسمیت شناخته، در صورت علت وجودی سازمان ملل، وجود کشورهای مستقل متفاوت بیش از 200 کشور است که اصل اساسی اینم که بر پایه قرارداد وستفالی شکل گرفته این است که حاکمیت ملت دولت‌ها را باید به رسمیت شناخت و تعرضی بر اونها نکرد و الی آخر. ولی اینها به اصطلاح امت واحد ترک رو گفتم از اولان باتور تا خلاصه هر جا ترکی حرکت کرده قبری هست، نشانه هست، سرزمین خودشو میدن. از نگر تاریخی هم به این قضیه نگاه بکنیم، اقوام مزدور قبیله های گوناگون یک نژاد هستن که نه ادعا میکنم اونا در گذشته در اردوی زرین از امپراتوری های بزرگ هسیونگ نون و چنگیزخان و غیره متحد شدن و در آینده هم میتونن تبدیل به آنچه در گذشته بوده اند باشن، برسن به اون گذشته طلایی. از نگر روانشناسی هم وقتی رو بررسی میکنیم اقوام مزدور شروع به درک این واقعیت کردن که ترک هستن، یعنی اعضای یه ملت هم. این نظر به اعتقاد من اینایی که توی تبریز به اصطلاح بلند میشن هارا هارا من ترکسن، اینا دقیقا دقیقا و دقیقا
هیچ ربطی به فعل انفعالاتی که داخل ایران هست نیست که ما بخوایم بگیم اینها بیش از آن که اشعار میدن علیه شوونیسم فارس و اینها، اینا تا مغز و استخوان بنا به این دلایلی که عرض کردن پام ترک هستن و اساسا میخوان امت واحده ترک رو بر اساس این چهار نگرشی که عرض کردن به وجود بیارن. اینا را آموزش میدن، مخشولی میکنن، این ایدولوژی های تهاجمی بقایت خطرناک رو چیز میکنن. در یه سری ایدولوژی هست مثل ایدولوژی نازیست، وقتی تو تبلیغش میکنی پیامدم داره. یعنی اینجوری نیست که خونسا باشه، اینجوری حرف میزنین به سری هفت حرفا. این اندیشه، این حرفا مادیت پیدا کنه، حمام خون توش هست، قطعا حمام خون توش هست. یعنی تمام منطقه خاورمیانه که چه ارز کنم، آسیا میانه، قفقاز، ایران، بوی خون و مرگ میرست در این شهر. حالا بعد چیز میکنم که آیا از نظر به اصطلاح چیز اینا رو زیر علامت سوال بردم قومیتشون رو ایران، یا مانع از صحبت میشن، صحبت ترکی اینا میشن، یا اینکه در طول تاریخ بسه اینا از قدرت حذف شدن. الان که آقای خامنه خودش چی هست؟ ترکه. در سپاه پر آذری هستن، 60% بازار ایران دست اینا هست. پس در قدرت سیاسی، در قدرت اقتصادی، در قدرت نظامی، در قدرت امنیتی، همه اینها دست بالا را دارن. پس بنابراین این دروغ بزرگی است که اینها را حذف کردن و کردا بخوان ادعا بکنن به دلیل نه کرد بودنشون، بلکه به دلیل سنی بودنشون هست که به حاشیه راندنشون. در صورت فراموش نکنیم حکومت ایدولوژیکه، و فراموش هم نکنیم که بزرگترین مکتب داران دین اسلام از تو آذری ها بلند شده. البته بهترین اندشمندان در زمینه ماتریالیسم هم تونا بلند شده، از دکتر ارانی گرفته تا بسیاری و اینها. ولی فراموش نکنیم در صورت بزرگترین و قدرتمندترین مراجع دینی و آیت الله هایی که روی تعصب شیعه دست گذاشتن باز از این منطقه است. با توجه به اینها از نظر نگرش سیاسی هم به این پدیده من بخوام برخورد کنم، وظیفه ترکیه عثمانی اینه که به عنوان نیرومندتری و تنها کشور مستقل تورانی این وجدان جدید رو، یعنی این همبستگی جدید رو تشدید کنه. وجدان چی؟ هارا هارا من ترکم. خب حالا بگم یعنی چی؟ حالا بنده هم را بیفتم بگم هارا هارا بنده مثلا لوره هم. خب که چی؟ خب اول بگو آقا قبل از اینکه من ترکم، لورم، عربم، پارسم، اول بگو انسانم. دو، به جای این بازی ها بپذیر که انسان ها باید در همزیستی مسالمت آمیز زندگی کنند، باید مدارا نسبت به هم بکش. انسان ها دارای عقاید گوناگون هم. در خود همه آذری ها صد نوع شکاف وجود داره، شکاف طبقاتی هست، شکاف به اصطلاح دینی هست و خیلی از شکاف ها منافع بسیار کارگری که در آذربایجان به شام شب محتاجه با اون پانتور که بسیار میلیونر هم همخوانی نداره با. یا بسیاری از اینا برای دموکراسی و آزادی در چارچوب ایران می جنگن، نه اینکه میخوان کشور را تجزیه کنن، جز ملحقات امپراتوری عثمانیش کنن که تو داری میکنی. پس بنابراین از منظر سیاسی وظیفه ترکیه عثمانی این است که الان اردوغان پرچم داره این هست، به عنوان نیرومندترین و تنها کشور مستقل تورانی این وجدان ملی جدید و این همبستگی رو تشدید بکنه. ترکیه باید همون نقش رو بازی کنه که پروس در وحدت آلمانی فاز کرد. پروس همونطور که میدونید
ملت سازی ها دو نوع هست. ملت سازی فرانسوی که به اصطلاح روند دموکراتیک رو طی میکنه، و ملت سازی آلمانی پروسی که با قدرت نظامی چیکار میکنه، این اجزا رو به هم وصل میکنه با مشت آهنی. یعنی اینا شیوه پروسی رو برای ساختن ملت یک پارچه ترک چیز میکنه، زرواند زروان نلبندیان افسانه پان ترکیست رو مطالعه کنید، این مسائل رو کاملا میبینید. اگر امروز هم با چنین گرایشی در کشور همسایه غربی و شمالی خودمون میبینیم، یعنی آذربایجان و ترکیه برخورد میکنیم، میتونه همه این صحبت ها آموزنده باشه. یعنی اینجوری نیست، به هیچ وجه، به هیچ وجه اینجوری نیست که بگیم ناشی از فقط ستم قومی است که در جامعه ما وجود دارد، که کسی منکرش نیست. یعنی حکومت استبدادی است، استبداد رو بر علیه زنان، بر علیه جوانان، دانشجویان، بر علیه فارس ها که تمام طول زمان شاه هم که دیکتاتوری بود، زندان ها پر از فارس ها بود. اینجوری نبود فقط قوم متعلق به اقوام رو بیارن، الان تو جمهوری اسلامی هم. یکی از دلایل همین جریان 88 به نگاه بکنید، جریان 88 چرا تبریز تکون نخورد؟ یعنی مردم نافریخته هستن و اینا که پیشگامان و پیشکسوتان اندیشه های مدرن توی ایران بودن، یعنی هم سوسیالیسم هم لیبرالیسم، از قفقاز اومد باکو و اومد به آذربایجان ما. خب اولین نویسندگان هم همه اینا بودن، از آخونزاده گرفته تا مراغهی گرفته تا دیگران و دیگران. در انقلاب مشروطی همه این نشون دادن که ظرفیت بالایی دارن برای آزادی مبارزه کردن. اون موقع مسیر انحرافی رو طی نمی کردن. اون موقع بر پای ترک و فارس گزینش نمی کردن که بگن آی محمد علی شاه ترکه، نباید بریم یعنی پشت شراها نکنیم، احمد شاه ترکه. اون موقع چنین نگرش هایی نبود. اگر این گرایش غالب بود قطعا می رفتن پشت محمد علی شاه، مردم تبریز نبود. چی بود؟ اون موقع بر پای حق ملت، حق شهروندی، یعنی مبارزه میکردن برای ملت حق مدار. یعنی قدرت ناشی از اراده ملته، آن چیزی که در صورت به شکل نه کامل، به شکل نیمبند در قانون اساسی مشروطیت وجود داره. اون موقع اینها برای این میجنگیدن و براشون هم مهم نبود که سردمدار این قضیه یک بلوچه، یک فارس، یک ارمنیه یا فلان نبود اصلا. همونطور که میدونیم در جنبش مشروطیت بسیاری از گرجی ها، ارمنی ها، بسیاری از روس ها، همه این ها آمده بودن تا این جنبش جنگ مسلحانه که میکردن در کنار ستارخان، باقرخان و جنبش شمال. اون موقع از این گرایشات عمل نمیکرد. اما چرا دی سال 88 عمل میکنه؟ یعنی آذری ها تمام پتانسیل دموکراتیکشون از دست دادن و نمیتونن تشخیص بدن که در صورت دعوا در تهران رو چی هست. 3 میلیون آدم ریخته تو خیابون، نمیتونن تشخیص بدن اونجا. چرا سردمداران حرکت آقای خامنه ای است در تبریز؟ به این داستان هایی که هم را میفته، داستان آقای خامنه است تو همین جنگ قدرتی که در پیش است. و امیدوارم بالاخره جنگ قدرت بین خامنه و رفسنجانی ایران رو به باد نده. الان هم انتخابات که در پیشه، اینها تحریکاتی است که آقای خامنه ای در انجام میده و داره هشدار میده که به اصطلاح اگر من نباشم ایران ایرانستان میشه، چون در صورت جو عمومی جامعه
این هست گرایش به حذف ایشونه یا خواسته بعد از خودشون که گفته میشه پسرشون رو آموشتوار میخوان جانشینش کنن با مخالفت یک پارچه بسیار قوی و قدرتمند در روحانیون و سیاسیون و مردم رو برو بشه. ولی این با این اهرم ها میخواد این کار رو بکنه، به همین دلیل به اصطلاح این آذری های زین نفوذ، این ایدولوژی پان ترکیش اتفاقا اینجا کاملا به درد آقای خامنه ای میخوره، تقویتش هم میکنه، اعتبارم بهش میده، حمایت هم میکنه. چرا؟ که یه چیز روشنه، اگر به تاریخ یعنی مبارزات ملت های جهان سوم بپردازید، در مکزیک گرفته تا برزیل تا هر جا، میگن جنبش های جهان سوم تک شهریه. یعنی چی؟ یعنی اگر مکزیکو سیتی بلند بشه یک پارچه حکومت میره، ریو دو ژانیرو همینطور بلند شه حکومت میره. در ایران دو شهری است، دو کانونی است، یکی تبریزه یکی تهرانه. این دوتا باید مکمل هم عمل بکنن تا رژیم ها برن، یکی بدون دیگری نمیتونه، و آقای خامنه هم این رو میدونه. به همین دلیل تمام تلاششون این هست که از وحدت دموکراتیک بین تهران و تبریز جلوگیری کنه بر حول خواسته های دموکراتیک، و سعی بکنه اونجا را طوری چیز بکنه که اهداف پانترکیستی که به اصطلاح آرزوهای خودش در جای دیگه میره، ملت واحد به اصطلاح ترکا عصر چی میگن آرمانیشون، جامعه آرمانیشون توران بزرگ. پس بنابراین اگر بخوایم این گرایش قومی رو بیان بکنیم که به صورت شعری از طرف یکی از پانترکیستای معروف بیان شده، یکی از بنیانگذاران پانتورانیست، یه نداهایی در رگهایم تنین میافکند که از اعماق تاریخ برمیخیزد، نه از صفحات کتاب ها بلکه در آهنگ نبض من، پیروزی های در تپش هیجان آمیز قلب من، پیروزی های دور دست را میخوانم از نژاد نجیب و برگزیدم. همسه یهود یا قوم یهود قوم برگزیده هست، عرب هم که میگن ما قوم برگزیده، اینا هم نژاد نجیب و برگزیده، نه در صفحات کتاب که چهره آتیلا و چنگیز این افتخارات نژاد من هم. وای به حال ایدولوژی که چنگیز بشه اون شخصیت آرمانش، همونطور که الان آلمان ها احساس خفت و خاری میکنن که اگر کسی بهشون بگن انسان آرمانی شما هیتلر، حالا در صورت جامعه آلمان اینجوری است. ولی اینا با خلاصه گستاخی هرچه تمامتر، خود ما ایرانی ها وقتی که میخوایم بررسی بکنیم شاههای خونخوار رو خودمون حذف میکنیم، حداقل شاههای سازنده رو برجسته میکنیم، نه شاهای خونخوار رو یا کشورگشایی رو، فقط جهانگیری رو مطرح نمی کنیم، جهانداری انسانی رو مطرح می کنیم. احترام کوروش به جهانگیریش نیست، برای که بعد از اونم آدم های جهانگیر کم نیامدن، از همین اسکندر گرفته تا همین چنگیز تا تیمور تا به قول من سعد ابن ابی رقاص و ابی وقاص و اینا زیاد بودن تو تاریخ. ولی این تو جهانداریشه، یعنی که با مردمانی که بس باشون برخورد کرد، با مدارا احترام به دین به آینشون، قتل عام را انداخت، معابدشون احترام گذاشت، بزرگان دینشون احترام گذاشت، با اسیرا رفتار و بس برپرمنشانه نکرد، اینجور چیزها افتخاره. اما این
پیروزی دوردست را میخوانم از نژاد نجیب و برگزیدم، نه در صفحات کتاب که چهره و آتیلا و چنگیز این افتخارات نژاد من، میهن ترکان ترکیه نیست، ترکستان هم نیست، دورتر دورتر یک کشور پهناور جاودانی. کجا؟ توران. در صورت من هرچی هم نگاه میکنم تاریخ رو میخونم، در صورت این پدیده آقا توران هم مثل که متوجه نیستن اینا، که اولا تور برادر سلم، برادر ایرج، و این نام نام ایرانی است. چرا مصادرهش میکنی، ربطش میدی به ترکا که اونا از نژاد دیگه هستن؟ این در صورت هر آدم بی سوادی که یک مرتبه شاهنامه رو بخونه، جنگ ایران و توران جنگ در صورت داخلیه، جنگ یک نیروی بیرونی و داخلی نیست، جنگ کینخواهیه. اون دو برادر نامردی کردن، بعد گرفتن برادر کوچکتر به طرز فجیع کشتن. این جنگ جنگ خونخواهی، جنگ عدالت، جنگ به صلاح این که جنایتکار قاتل باید مجازات بشه است، وگرنه چه ربطی داره به این توران افسانه تو؟ به تازه تازه سرزمین پهناوری که تو میگی هم نیست، از اون برای جهون تا هنده معینی میشه توران. همونطور که توی شاهنامه میگه فریدون اون سرزمین خودش رو یا سرزمین تحت استیلای خودش رو بین این ستا برادر تقسیم که غرب داد به سلب که رومی ها و غربی ها از اونن، و بعدش هم شرق رو داد به تور و اون مرکز رو که ایران امروز هم جزی از اون هست داد به ایرج. تور اون سرزمین جاودانه. یعنی این رو از نظر میگم که خلاصه مطلب به گونه فراهم میشه که گویا اسطوره ها هم، در صورت ما به مسئله شاهنامه بخش بزرگش اسطوره است، گرچه زیبا است ولی اسطوره است. بخش تاریخیش در صورت مربوط به دورانهای معینی است که مربوط به ساسانیان بخش تاریخ، ولی اون شاهان اسطوره ای رو تو ملاک نباید قرار بدی و به قول معروف کیستی خودت رو از اون اخراج استخراج بکنیم و بعد تاریخ سازی بکنیم بر حول این مسئله تبار، تبار ترکان و کیستی، و کیستی اون رو تعریف بکنی. در صورت وقتی که ما به تاریخ نگاه میکنیم، واقعیت های تاریخی به اصلا پیشینه ترکان رو اگر بخوایم رصد بکنیم به پیش از سده هفتم میلادی میرسه. سنگ قبری به نام سنگ نوشته آرخون تنها اثر باستانی است که سومر و دیگران از آن نام بردن. فاروق سومر به اصطلاح استاد پیشین دانشگاه ترکیه است. یعنی اون چیزی که بخوان مدرک رای بدن مربوط به قرن هفتم میلادی است که این سنگ نوشته به نام سنگ نوشته آرخون هست. تنها اثر باستانی است که این استاد دانشگاه از آن نام برده و خواسته گستره جهانی ترکان در اون موقع رو نشان بده. اینا گسستگی و پیوستگی های میان مغولان و شاخهای گوناگون ترکان و از اون جمله ترکمن ها رو سعی کردن بررسی کنم. ترکمن های سلجوقی، یعنی چیرگی ترکمن های سلجوقی و آقای قایانلو و دیگر ایلا و قبیله های ترکمن در تاریخ ایران بر کسی پوشیده نیست. میدونیم اینا را که یا قبیله شون سنی بودن یا قبیله شون شیعه بودن از این آقا یانلو و قاراقایانلو ها. و همچنین نبرد صفویه با یاری قزلباش های شیعه ترکمن با پادشاهان سنی ترکمن تبار عثمانی، اینجا باز جنگ قلمرویی است. ایدولوژی شیعه از یک طرف
ایدولوژی سنی از طرف دیگه. هنگامی هم که ما از ترکا در تاریخ صحبت میکنیم چندان روشن نیست از چه کسی نام میبریم. در نگاه اول شاید پاسخ روشن باشه، اما براستی چه نیست. وقتی که از ترکا و پیشینی اونها در ایران صحبت میکنیم، دو بون مایه به معیار شناسی کیستی قوم رو باید روش تاکید بکنیم، یکی تباره و دیگه زبانه. روی این مسئله باید بحث بکنیم که خلاصه این زبان از کجا آمده، چی هست. گاه شاید میان این دو بون مایه در مورد یک گروه قومی و جمعیتی مشخص پیوندهای معناداری هم وجود داشته باشه. در صورت وقتی که در تاریخ ایران و مالک اسلامی هر وقت نام تخر رو آوردن، مراد و منظورشون قبایل زرد پوستی بود که در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم از حدود ماورالنهر و خراسان به ایران تاختن. همگی از اقوام زرد پوست اورال و آلتایی بودن. کلمه ترک را هم بعضی به معنای قوت و نیرو به کار بردن. ترک در بعضی آثار لغوی اینجوری ازش یاد کردم. در آغاز هم بیشتر معنای سیاسی داشته تا نژادی، و در برابر اونم معمولا کلمه اغوز یا قز تغوز تغز به عنوان دشمنان ترک و رؤسای آنها به کار برده می شده. در صورت با همه ناروشنایی که در بازشناسی ترکا هست در رابطه با بنمایه های تبار زبان، مطالب زیادی سعی کردن به اصطلاح چیز بکنم. همین فاروق سومر استاد دانشگاه ترکیه میدونه که تازیان همه جنگاوران کوچ‌نشین ساکن شمال سرزمین سغر را ترک مینامیدن. از این جهت بسیاری از اقوام ساکن آسیای میانه به خطا ترک نامیده شدن، حالا که اقوام مزبور هرگز ترک به جز خاقانات نبودن. برخی از اقوام تیره ها مثل ترکمنها، مردم شبه جزیره آناتولی، مردم آلبانیای قفقاز و همینطور مردم آذربایجان هیچگاه کمترین خویشاوندی با ترکان و مغولان نداشتن. برید قیافه هاشون هم نگاه کنید، ربطی نداره. برید هم ترکیه نگاه بکنید، بسیاریشون مال دوران رومی ها هستن، دوران یونانی ها هستن. و تغییر زبان دادن دیگه از دلش تبار و نژاد درست نکنید دیگه، و این منجر به کینه توزیع های خونین میشه. درصد مردم ترکیه تشکیل شدن از این مجموعه ای هستن که الان زبانشون هم ترکیه، ولی وقتی که پای ترک و این بازی های اینجوری میاد، اون موقع کرد کشی رو به فضیلت تبدیل میکنی. حتی حاضر نیستی هویت اینا رو بپذیری. تو من تعجب میکنم اینا رو کردهای ترکیه رو میگن ترک کوهی، اما با کمال وقاحت میان توی تبریز هارا هارا من ترک میسم. خب اگر تو آقا برای دموکراسی می جنگی، چرا اجازه نمیدی تو کردها تو اونجا هویت خودشون داشته باشن؟ تو همین چند سال پیش حتی اجازه حرف زدن نداشتن، اجازه مراسم عید نوروز رو نداشتن، که چقدر خونها رو به باد داده شد به خاطر همین مراسم نوروز، اجرای مراسم نوروز. در صورت این قزها یا قزخانها ترکمنها از اولاد اوغوزخان نیای افسانه و بنیانگذار اتحادیه قبایل 24 گانه ترکمنها هستند که بعدها در ایران نقشای زیادی وجود آوردن و به دست آوردن. و بعدش هم نگاه بکنیم میبینیم در ایلات عصر صفوی هم که این ایلات نقش کلیدی داشتن در شکل دادن به دولت صفوی، و بعد چه نقشی در حفظ تمامیت این مجموعه که ما ایران مینامیم جنگیدن تا پای جهان. یکی از جنگ های بزرگ اینا جنگ چالدران است که دیگه سرنوشت ساز بوده. در صورت طایفه شاملو بوده که یکی از این 14 یا چی میگن 7 قبیله ترکمن که قزل باشا را تشکیل میدادن، که به اصطلاح یکی استاجلو بوده مثل محمد خان مثل خان محمد خان حاکم دیاربکر و قاراخان و رش و قلیچ خان، اینا طایفه ترکمان بوده که در رأس اینها امیر خان مسلو هست. طایفه رومولو بوده
طایفه ذوالقعد بوده، طایفه افشار بوده، طایفه قاجار، که این طایفه آخری در صورت بعدها حکومت قاجاری را درست کردن در ایران. و در طول تمام این دوران میبینیم که در همین دوران صفوی، حالا اینا که اینقدر ادعا میکنن فارس ها فلان کردن بهمان کردن، پدر جا زبان دربار ترکی بوده، زبان اردو ترکی بوده، شاه اسماعیل هم به ترکی شعر میگفته، به نام شاه اسماعیل خطایی شهرت داره. در همون زبان، در همون زمان امپراتور عثمانی به زبان فارسی دیوان شعر نوشته که توسط کایزر آلمان بعدها ترجمه شده و تقدیم شده به اصطلاح به اون. هنه اینجا به اصطلاح گستره ها از طریق تبار ما میبینیم، تباره، تبار در صورت توی همین جنگ چالدران بخشی از کردها به دلیل اینکه سنی هستن جانب عثمانی رو میگیرن، بخشی طرف ایران رو میگیرن. اینجا تبار عمل نکرد، مذهب عمل کرد. خب مذهب عمل کرد و بعد مسئله زبان و فرهنگ رو اینها چیز نکردن. خود شاه به اصطلاح کی اسمش هست، آقای محمود غزنوی به صورت ترک تباره، ولی شجره نامه برای خودش نوشته که به ساسانیان میرسه. 400 شاعر بزرگ فارسی زبان هم دربارش هست. و یا امیر گورکان در هندوستان 8000 شاعر و نویسنده فارسی زبان در دوران گورکان ها در هندوستان بودن. بزرگترین مروجان زبان فارسی در هندوستان اونا بودن، قبل از اینکه انگلیسی ها بیان اونجا و تهاجم خودشون به زبان فارسی فیل بکنن. زبان فارسی در هندوستان زبان دربار بود، زبان علم بود، زبان همه چی بود. در خود عثمانی هم تا قبل از اینکه به اصطلاح زبان فرانسه تهاجم بکنه زبان دربار چیز فارسی بوده. این خدمت سلجوقیان به زبان فارسی کردن. وقتی که عرب ها شکست خوردن، به قول ابن خلدون به بیابان های خود بازگشتن، که خب اینا آمدن زبان فارسی رو آوردن. بعد از یه نسل هم اسم بچه هاشون ایرانی کردن. اسمای اول رو نگاه بکنید، اسمای اول سلجوقیان میکائیل و نمیفهم از این اسرافیل و از این چیز هست، حالا یا شاید یهودی بودن نمیدونم، در صورت یا اسمای ترکی است. ولی نسل بعد تمام اسامی ایرانی میگیرن. فارس ها این رو وادار کردن، شمشیر دست فارس ها بود. از خودتون بپرسید آخه چرا این کار رو میکنید. و اینجا هم میبینیم که خب اگر ظلمی هست به آذری ها امروز، این ظلم به تهرانی هم هست از طرف حکومت، به ظلم به خوزستانی هم هست. اگرچه آذری ها دل خوشی از رژیم کنونی تهران نداره، اما بیشتر میگن که خودشون شهروند درجه دو میدونن. آذری های ایران، آذری های ایران رو، آذری های ایران رو تهدید نمی کنن، با جامعه ایران یک پارچه هستن. و تقریبا همه مطالب رو خیلی راحت ما میتونیم درک بکنیم. اما این پدیده رو من نگاه بکنم، یک منشأ خارجی داره، بر بستر تاریخی شکل نگرفته. بستر تاریخی یعنی چی؟ یعنی میگم این ستیز زبانی توش مثل تو اعماق تاریخ داره. من میتونم بگم خب تا آخرین چیزا حکومت قاجارها در صورت قلم در دست کی بود؟ در دست امیر کبیرها، قائم مقام ها، اینها بود. و خود آقای ناصرالدین شاه افتخارش این بود که خود سعدی یاد بگیره. اصلا میدونستید که به اصطلاح در قرنهای متوالی تمام اشراف شاهزادگان چند تا کتاب باید حفظ بودن یا بلد بودن کامل، که آثار سعدی بود، کلیل دمنه بود، اندرز نامه ها بود، خواجه نظام الملک توسی کتاب اون بود. اینا رو باید برای به زمامداری و فن کلام و سخن به اصطلاح یه پادشاه میدونه بدونه و در این راستا حرکت میکردن. کسی هم شمشیر نداشت بالا سر ناصرالدین شاه که به این کار رو بکن. و میدونست میخواد بخواد به این مملکت میخواد حکومت بکنه. و به همین دلیل به اعتقاد من
مسئله قومگرایی، قوم محوری و این چیزها در ضدیت کامل با عنصر مدرنیت. اگر من بخوام بیام بسن بر پایه زبان جهان رو توضیح بدم، خب از خودتون نمیپرسید چند تا زبان در جهان وجود داره؟ بیش از 5000 زبان در جهان وجود داره. خب نمیان که کشورها رو بر پایه زبان تقسیم بکنن. این همچه چیزی فاجعه برای بشریت ایجاد میکنه. 5000 کشور در جهان قابل تصوره؟ همچه چیزی رو به اصطلاح نمیشه فهمید که بخوان بر محوریت زبان حرکت بکنه و یا بر محوریت تبار حرکت بکنه که به اصطلاح اصل کشور سازی است. هندوستان شاید به حساب 300 کشور باید تبدیل بشه، روسیه به 150 کشور باید تبدیل بشه بر پای تبار و زبان و قوم و قبیله و اینجور چیزا. در صورت در دوران مدرن نگاه انسان متفاوت میشه برای سامان اجتماعی خودش. در جهان پیش آمده قومگرایی روند طبیعی جامعه بوده و پایداری هر جامعه هم در گروه بقای پایداری و اصالت قومی بوده، همانند قوم عرب در عربستان. در امپراتوری های باستان هم قوم ها و قبیله های وابسته بودن از راه یگانه شدن و با هم متحد شدن به اصطلاح این کاری میکرده. مثلا قبیله پارس با ماد متحد میشه و امپراتوری درست میکنن، یا مغول ها با تاتار ها متحد میشن این وضعیت وجود میارن، یا یونانی ها با مقدونی ها متحد میشن اون جهان رو وجود میارن. و بعد در عرب ها قبیله قریش با سایر قبایل حالا به زور شمشیر و به زور اسلام و به جور اینها تدبیر و تدبیر و و تهدید در صورت متحد میشن و این وضعیت وجود میارن که امپراتوری خودشون رو میسازن. در صورت قومگرایی یه وضعیت خاصی در دنیای پیشا مدر داره. اما با دولت های مدر، چه دموکرات چه به اصطلاح خودکامه، چون در صورت دولت های مدرن خودکامه داریم مثل همون پادشاهان مسلح در اروپا، اینا بیده ما از مرحله قرن 16 و 17 هم ورده عصر محیط مدرن دولت مداری میشه که مسئله عقلانیت در دولت و جدایی وعی از عقل و جدایی کشیش و کلیسا از قدرت یواش یواش این شکل میگیره. در صورت این دولت های مختلف با قبیله و طایفه و عشیره و این بازی ها فاصله می گیرند. در دوران مدرن مبارزه برای برپای دموکراسی است بدون آنکه همسو با پیدایش یک دولت یک پارچه مدرن فراقومی عرفی دموکرات و توانمند باشند. با این چیزا معنا پیدا می کنند. دموکراسی خواهی و ستیز با خودکامگی هم یک حق شهروندی و جانمایه هر جامعه جدید هست. خوب چرا این دوستان آذری ما روی مسائل حساسیت ندارن؟ چرا وقتی که جریان کهریزک این جنایت هولناک اونجا داشت صورت میگرفت غیرت انسانیشون تحریک نشد؟ چون بیزن تو خیابونا غیرت بشریشون، غیرت به اصطلاح قرنها قرنها هزار سال اینا حکومت کردن بر ایران. یعنی حداقل یه علقه ایرانی در وجود اینا نبود که اونام این بچه هایی که در کریزه کشتی می شدن هموطن خودشون بدانن. چی شد؟ حالا با یک کلمه یه مرتبه میرزن تو خیابون توهین به ما شد؟ اونا که جنایت علیه بشریت بود. توهین که چه عرض کنم، جنایت علیه بشریت بود. شما تحریک نکرد، قابل قبول نیست برای من. جامعه که در اون فرد بنیان همه چیز هست، فرد نه قوم قبیله عشیره فلان، جامعه مدرن فرد است، اندیویدوالیسم، فردیت شکل میگیره، حق به فرد داده میشه. متوجه هستید؟ من هستم،
من میاندیشم پس هستم. که حالا یه حقی به لورا نمیدن پس منم بی حق میشم. نه، من شهروند ایرانی هستم. امروز هلموت شمید این انسان شریف فوت کرد، در صورتی که سیاستمدار بسیار پخته و آینده نگر بود. بزرگترین افتخاری که میتونست داشته باشه به عنوان شهروند جهان ازش یاد کرد. واقعا متعلق و بشریت شهروند جهانه. ای کاش به اصطلاح ایرانی هم به این فکر باشن. مثلا فرض کن خیام یه شهروند جهانه، زکریای رازی شهروند جهانه. یعنی انسان هایی هستن با این ویژگی ها، یا به اعتقاد من حافظ داره این ویژگی ها هست، یک انسان فرامرزیه، فراقومیه، فرا نژادیه، فرا کشوریه. یعنی بشریت زبان رو میفهمه، همونطور که بتهوون فقط به اصطلاح آلمانی نیست بلکه شهروند شریف جهانه. بلکه تو آفریقا هم گوش به سمفونیش میدن لذت میبرن، گوش میدن میفهمنش. ولی من نمیدونم، اما هر گونه مبارزه با یک دولت ملی مدرن با هدف پاسداری از منافع یک گروه قومی یا قبیله‌ای یا سرکردگان اونها یا زیر پوشش گاه دروغین پاسداری از هویت فرهنگی و قومی، ستیز با ویژگی های فراقومی دولت، به اعتقاد من یک مبارزه واپسگرایانه و ارتجاعی است. خود منم به شدت به فرهنگ قومی خودم، ایلی خودم برام خوشاینده، به شدت. در صورت این رگا در وجود هر انسانی میتونه باشه، بختیاریم. اما این قومیت خود من در تقابل با ایرانیت و ایرانگرایی و به عنوانی که شهروند ایران هستم در تقابل تعریف نمی کنم، در تقابل با دولت مادر تعریف نمی کنم، در تقابل با بشریت تعریف نمی کنم و بیام ادعای یاوه و پوچی داشته باشم چی؟ نژاد نجیب، نژاد شریف. چرا؟ چون مثلا چنگیز خان داشتن. شرماور آقا، اینجای جنایتکار تمام عیار بود آقا. حداقل افتخار کن به مثل انسان های مثل بتوون، مثل حافظ، مثل اینجور آدم ها، به یک فیلسوف چیز کن. یعنی اون برجستگی فرهنگی هویت قومیت رو برجسته کن که ما خدمت به تمدن بشری کردیم، چنین دانشمندانی داشتیم، چنین فیلسوفانی داشتیم، چنین فلان آتیلا داشتم، آلاریش داشتم. شرماوره، شرماوره که مثلا فرض کن ما هم بیایم بگیم من هستم، چون آقای نادرشاه افشار حالا گذشته از اون بخش از مبارزش که برای حفظ ایران بوده، قابل تایید، رفته هندوستان کله بریده آورده برای من، غارت کرده مردم بدبخت هند رو، اونجاش دیگه برای من افتخار نیست. اونجایی که در صورت آشوب و فتنه بعد از فروپاشی صفوی و خلای قدرتی که وجود اومده و اینها خارجی ها ریختن، روس ها از شمال، عثمانی ها از غرب، افغان ها از و اینها رو پس زده، سر جاشون نشونده. اوکی، یعنی جنگ دفاعیه، جنگ غارتگرایانه نیست اینجا. در صورت این تفکرهای واپسگرایانه رو وقتی نگاه بکنیم، شاید پیشینه دولت های تا کنون ایران دولت های ستمکار و خودکامه بوده باشن، اما نهاد دولت در ایران هیچگاه نه بر پای قومیت و نه در پی از میان برداشتن فرهنگ قومی بوده. نه، دائما از رضا شاه نفرت دارم. جرمش رضا شاه چی هست؟ گویا متهم میکنن رضا شاه که این اومد زبان فارسی رو آورد زبان های دیگر نابود کرد. کجا؟ کجا؟ تنها کاری که رضا شاه کرد اومد چیز اجباری کرد، چی میگه، آموزش پرورش، درسته، آموزش پرورش اجباری کرد. این خواست کی بوده؟ دو مدارس مدرن. اولی بار خواست امیر کبیر بود، دارالفنون رو درست کرد. دومی بار خواست کی بود؟ رشدیه، همه تبریزی شریف که شروع کرد مدارس مدرن رو تو شهر تبریز شروع کرد. چیکارش کردن؟
واپسگرایان و مرتجعین چیکارش کردن؟ مدرسه یه آتش دادن، بچه ها رو کشتن. اومد تهران اینجا رو زدن داغون کردن. هر جره قدرت نداشت، نمیتونست ایده والای خودش رو که همانا این فرزندان مملکت رو با دروس علوم مدر آشنا بکنه پیش بره. خب رضا شاه اومد به زوری کار کرد، به چاره یا مگه آتاتورکی کار نکرد. همین الان همین امروز در ترکیه میکنم فکر کنم جشن تولد آتاتورک یا چی کار است، چون تمام خیابانهای ترکیه تسلیم شده. من نمیدونم چجوری در ترکیه آتاتورک که هر روز همه کارهای رضا شاه رو کرده اونجا اینقدر محبوبه. حالا این بابا اومده، من گذشته از اون جنبه های منفی شو، اون جنبه های منفی شو سر جای خودش، ولی مگه دزد بوده؟ خب بگه آتاتورک نبود. آتاتورک که تمام قمارخونه های ترکی مالی بود، تمام این کارا رو کرده اونجا، ولی کارهای مثبت کرده. همین که مکاتب چیزای جدید آورده، آموزش پرورش آورده، فرهنگ آورده، دولت مدرن آورده، اینها در صورت کارهایی است که کرده، خوب کاری کرده. دولت لایک آورده، دولت عرفی آورده، شریعت رو پس زده. این بزرگترین کار مثبتی بود که کرده دیگه. شالوده دولت ترکیه جدید رو بر پایه سکولاریسم گذاشته، دولت مدرن شکل داده. من نمیدونم ایرانی ها چجوری هستن که حالا در صورت این جنبه های مثبتش، ایده های مدرسه مدرن رو گفتم در امیرکبیر آورده با دارالفنونش، من به خصوص این انسان شریف رشدیه یک تنه رفته این کارو بکنه، حالا اومده گفته وزارت خونه درست کنه در ایران. کار خوبی است، اما دولت مدرن یعنی آموزش پرورش اجباری باید باشه، نه اینکه فقط برای پول دارا باشه، نه فقط برای اشراف باشه. آموزش برای همه آدم های به اصطلاح بچه کارگر، بچه دهقان. حالا اگر آموزش پرورش اجباری نبود، بنده بچه کارگر چجوری میتونستم به اصطلاح یکم درس بخونم؟ حالا توی ما، تو خانواده ما به اصطلاح دانشگاهی به وجود بیاد، فلان بشه، چرا؟ خب بس به همین دلیل آقای رضا شاه نبود زبان فارسی رو مسلط کرد. اگر میخواید دنبال مجرم بگردید، برمید آقا خوشخوشان غزنوی و سلجوقی و همینجور صفوی و قاجار اینا همه ترکن، اونا این زبان رو بسا جهانی کردن، جهانی کردن. تا هندوستان بردن، تا آناتولی و اوور بردن، تا قفقاز بردن. بعد از قرن 17 18 میبینیم که از سه زاویه سه زبان به زبان فارسی تهاجم میکنن، از شمال زبان روسیه، از شرق انگلیسی، از غرب فرانسوی است، دایره نفوذش رو تنگ میکنن. و اتفاقا دولت قاجار هم هی میجنگه که بسه دایره رو زیاد بکنه، ولی دیگه ناتوانه، ضعیفه، ذلیله، از دور عصر مدر عقب مونده و اون کشورها با اتکا به فکر مدر، اندیشه مدر، تکنولوژی جدید و اینها تعرض خودشون آغاز کردن و این کاملا هی داره تنگ میشه تو لاک خودش فرو میره. تلاش برای برخی دولت ها یا سیاست مداران ایرانی از هنگام فرمان روایی صفویان تا کنون برای مدر یا غربی کردن کشور با هدف نابودی فرهنگای دیگه نبوده. ناسازگاری برخی سنت ها و نمودهای فرهنگی با مدرنیزم و روند اون که خب این پیده وقتی مدر بیار سنت ها به صدای وشوش رنگ میبازن، این چیز روشنیه، این واویلا نداره که دیگه فلان نداره. حالا مثلا فرض کن تو خود تبریز هم الان دیگه بچه ها خیلی خوب فارسی حرف میزنن. حالا این به معنای نیست که زبان آذری باید نابود بشه، به هیچ وجه. به اعتقاد من این 5000 زبان رو که در جهان وجود داره، این گلزار بشریت، باید حفاظت بشه ازش، میراث فرهنگی بشریت. باید سازمان ملل، یونیسف، همه اینا تلاش بکنن این فرهنگ ها، این زبان ها احیا بشه، فولکلور ها، همه این کارها. ولی این رو تبدیل به ایدئولوژی نکنی، نه زبان فارسی رو تبدیل به ایدئولوژی و چماق کنی برای کوبیدن دیگران، و نه زبان های دیگر رو تبدیل به امر هویتی بکنه. آقا جون سه تا زبان زنده در جهان هست که 3 میلیارد انسان باش حرف بزن. روز به روز هم دایره سه تا زبان میره بالا، بخصوص زبان انگلیسی داره میره بالا، میتونه تا
50 سال دیگه، 100 سال دیگه ممکنه 5 میلیارد انسان به زبان انگلیسی حرف بزنن. حساسیت ها چی هست؟ زبان یه امر مبادله است و که مبادله بین انسان ها، و وقتی که یه زبان میتونه کار رو بکنه حساسیت چرا به وجود بیاره؟ در صورت تو ایران این زبان فارسی تاریخا شکل گرفته میتونه نقش بازی بکنه. پس بنابراین اینجا ناسیونالیسم قومی شکلی از ناسیونالیسم که ملت رو نه بر پای مردمی فراقومی، سرزمین مشترک و مشخص، اقتصاد مشترک و دولت مشترک دیرپا، که بر پای معیارهای قومی تعریف میکنن. در صورت دولت مدر که به صورت چهار مشخصه داره، چهار تا پیش شرط داره، پیش پایه داره، یکی سرزمین مشترک مشخصه، اقتصاد مشترک، مثل دولت مداری طولانی از مانده است که دولت های ما قبل مدرن هست، ولی دولت هست، استمرار دولت هست در صورت، و این مسائل عمل میکنه. اما مثل ناسیونالیسم قومی بر پایه تبار و زبان مشترک هست. این گونه ناسیونالیسم چهره از ناسیونالیسم افراطی و فزون خایان است. تجربه هم نشون داده هر کس ناسیونالیسم خودش بر تبار و خون و زبان متمرکز کنه میتونه بوی خطرناک بده، همونطور که آلمان ها نازی ها این کار کردن در چند دهه گذشته. میبینید پس از فروپاشی دو امپراتوری روس و عثمانی، در میان برخی قومگرایان در جاهای مختلف جهان این پدیده قومی وجود اومد. بعد از فروپاشی شوروی هم همین حالته. و به جالب اینجاست که خیلی از این چپ ها که قبلا ایدئولوژیک بودن، با ایدئولوژی مارکسیستی افراطی خودشون رو تعریف میکردن، الان سردمداران جریانات افراطی و قومگرا شدن، از او افراط به افراط پریدن. در میان آذری هم خب خیلی رو ما میشناسیم. در صورت یک گروه قومی در یک یا چند سرزمین یا جامعه میتونه دستاویزی برای تعریف یک ملت و دولت یگانه باشه، که اینجا دیگه میره تو مرز پان عربیز، پان تورانیز، پان ترکیز، اینجور پان ها. و در هنگامه پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی در منطقه خاورمیانه از این گرایش ها روش کرد. پان اسلاویز، پان آلمانیز، پان جرمنیز، برخی کشور اروپای شرقی و شبه جزیره بالکان. و همین پدیدن بسرا ناسیونالیسم قومی هم توی آفریقا هم شروع کرد روش کرد. رگه های که ما بیش پر رنگی از نجات پرستی و فاشیست رو در خود بطن خود این گرایش همیشه به وجود میاد. در کشور توسعه نیافته که هنوز به یک ملت یک پارچه تبدیل نشدن و دولت توانمندم ندارن، این گرایش های قومی افراطی میشه و بعد ما بعضاش هم دولت های خارجی میشه. افغانستان نمونشه. الان بیش از 40 سال جنگ داخلی، 40 سال، برای که هنوز نیومدن اینا مسئله اینه که من پشتون هستم، من تاجیک هستم، من هزاره هستم، من ازبک هستم، من بلوچ هستم فلان، فراتر برن به واقع میگن ما یک افغانی هستیم. در واقع میگن، در عمل اینجوری نیست. حتی پاکستان هم اگر بخواید به اصطلاح چینش رو بررسی بکنی، بیشتر طرف میگه من سنجابی هستم، من بلوچ هستم، من فلان هستم، هیچ اشتراکاتی نداره. اونجا هم کشور پرحادثه، پرتشنج و بسیار هم کشور به خاطر همین تنش‌های درونی مذهبی و قومیش میتونه همینطوری در حالت عقب ماندگی باقی مونه. رگای پررنگی از این دیدگاه های بی پشتبانی نجات پرستانه رو ما میتونیم اینجا و اونجا مشاهده کنیم. فشار بر گروه های قومی هزاره مثلا در افغانستان، گروه های قومی و ستیجنجو با فرنگ فارسی در اونجا که پشتون ها این کار رو خیلی شدید میکنن، در حالی که بیش از
80% کتاب های فارسی و منابع پژوهشی موجود در کتاب فروشی های افغانستان حال به زبان دریه. بعدش اینا رو کلماتی حساسیت بودن، حالا آمدن بنوشتن دانشگاه میگن نه پنتوان و دعواشون افتاده فلان اینا. خب اون جان اگه تو میخوای چیز بکنی برو این کار بکن، گنجینه زبان خودت رو رشد بده، به زور و چاوکشی که نمیشه، با زور قلدری که نمیشه که. در صورت تولید فکر باید بکنید، تولید کتاب باید بکنید، تولید فرهنگ باید بکنید، تولید هنر باید بکنید تا این فرهنگ فراگیر بشه. حالا جالب اینجاست که همین دوستانی که اینقدر از کردا یا آذری ها در همین اروپا دوستای ما هستن، اینقدر از ظلم و ستم دیکتاتوری رضاشاه و محمد رضاشاه و ایناست حکومت اینجا صحبت میکنن که نذاشتن زبان بچه های ما یاد بگیرن. خب برده تو اروپا که جلوتون رو نگرفتن، حکومت هم که دموکراتیکه، یکی از بچه هاتون رو فرستادید کلاس ترکی، یکی به من نشون بدی، یکی رو فرستادید کلاس کردی به من نشون بدی. داشته تو سوئد هر 10 نفر تقاضای چه خواسته ای رو بکنه بهش امکان میدن، پول میدن، معلم درست میکنن فلان، چون تو قانون اساسیشون تجویز شده که هر انسان مهاجر یا هر سالی که در اینجا از زبان متفاوتی داره حق بشه، حق بشه که به اصطلاح زبان مادریش رو یاد بگیره. یک نفر نمیفرستن، تعمدن دارن که اتفاقا آلمانی رو بدون لهجه ترکی حرف بزنن، بچه‌هاشون آلمانی رو بدون لهجه کردی حرف بزنن. بعدش اینجا دیگه نه فرهنگشون، نه تبارشون، نه زبان مادری، هیچ کدوم مثلا چیز نمیشه. اونجا که میرسه برای اهداف ایدئولوژیکی میشه، حال شلوغ میکنن، را میندازن، داستان را میندازن. خب کسی که میخواد پاسدار فرهنگ زبان مادریش باشه، در هر جا سعی میکنه بچهش رو اینگونه تربیت بکنه دیگه، حداقل استمرار پیدا بکنه، زبان گویشمندهای بیشتری رو داشته باشه. در صورت گرچه شاید قدرت های بزرگ در پیدایش ماندگاری همین گروه های جنگ سالار در افغانستان و مناطق دیگه که الان تعمیمش هم میخوان بدن به ایران و به بلوچستان ما و به خوزستان ما و همه اینا رو میخوان تعمیم بدن، که هستن پشت اتفاقا همین مسائل، همین تناقض. تو هر کشوری تناقضات وجود داره، تحت کشورهای پیشرفته، مگر تو خود آمریکا این همه به اصطلاح تناقضات وجود نداره؟ مگر همین مسئله الان نجات پرستی اونجا حل شده؟ مگر همه هفته پیش لیست کوکلوس کلان ها رو نمیدم بیرون؟ این کوکلوس کلان ها از اون موقع من بچه بودم این تصاویر اینا رو میدیدم یا داستان هایی در موردم میخوندم تنم میلرزید، یا فیلم هایی رو میدیدم. هنوز تو جامعه آمریکا لنچ میکنن سیاهان رو، هنوز هم که هنوز. یا دیگه بر همه بر همگان آشکار شده که پلیس آمریکا در صورتی پلیس نجات پرست، همینطور بدون اختار یا هر سیاه پوستی رو که کوچکترین خطایی بکنه یا کوچکترین اشتباهی بکنه میتونه هدف گوله قرار بگیره و کشته بشه. یعنی جوامعی هم که جامعه های مدرن پیشرفته هستن سرشار از این تناقضات. حالا تناقضات در کشور ما بیشتر هست، قطعا بیشتر هست. حالا این نیروهای خارجی هر کدوم برای اهدافش، مثلا عربستان که خودش اونجا شیعه رو میکشه، حوثی ها رو میکشه، همه کارا رو میکنه، یک مرتبه دلسوز تمام مردم خلق عرب میشه و خلق بلوش. یا ترکیه اونجا خودش بمب ناپال میزه رو سر کردا، وقتی که مرتبه چیز میشه عاشق کردا ایران میشه. نه، میخواد بازی را بندازه دیگه، میخواد دست رو چیزای قومی بذاره. یا اسرائیل همه الان بذارید توی صفحه العربیه یه بازجوی اسرائیلی بذارید کلیک کنید، همه الان نگاه بکنید. من قبل از اینکه با شما مصاحبه کنم چون تمام سایت های نگاه میکنم وحشت هم گرفت، یه بازجوی اسرائیل بچه 13 ساله فلسطینی رو داره بازجویی میکنه، تن انسان میلرزه. آخه مردک با صدر رحمت به ساواک، سگ ساواک، میدونه چرا؟ برای که من برادر خودم سقر سنی بود، 17 سالش بود دستگیرش کردن تو خونه من، یه شب بیشتر نگرش نداشتم، کوچیکتر از اونم بتونم بهش نگفتم. ببین با بچه 13 ساله چه رفتاری میکنه. حالا این یک مرتبه پشت چی میاد؟ کردهای ما بیان. نه،
میخواد ایران رو پنج قسمت بکنه، مشخصه. دموکراتی، آزادی خواهی، اول برو تو خودت حقوق فلسطینی ها رو بده. سرزمینشون اشغال کردی، اونا رو حقوقشون رو پایمال میکنه، حقوق شهروندشون رو پایمال میکنه، و وقتی هم اعتراض میکنن اول برمیداری بچه 13 ساله رو به شکل، بچه 16 ساله رو میکشی، بچه 13 ساله رو به شکل فجیع بازجویی میکنی. ننگینه این چیزا. پس بنابراین هواداران ناسیونال قومی تنها تبار و مردریگ فرهنگ مشترک و زبان مادری رو که بخشی از فرهنگه، سنگ بنای ملت میذارن. ارزونه خوب اگر تو این دوتا رو، نیای مشترک و زبان مادری رو مبنای ملت بخوای بذاری، من از حالا میگم فرار میکنم. بذاری چی میگن؟ باید هر قبیله خون مشترک داره یک کشور بشه. 5-6 هزار کشور باید تو دنیا درست کنی. یک، دو، اینا لحاظ خود بسیار این نشون میدهی به هیچ تحمل و مدارا با کسان دیگه ندارن. یعنی نمیخوان یک کشور فراگیرتر و فلان، نه روح بزرگ ندارن و فقط نژادهای خودشون میگن با ما برادرن، بقیه دشمنن. از این جهت در پی ایجاد دولت های بر پایه این بنمایه هستن. روشنه که با آمیختگی گسترده زبان و فرهنگ مردمان در جهان کنونی، این روی کرد به این نگاه، به این نگرش، به اصطلاح در سوسترین و ناپایدارترین چیزی است که میشه بر پایه اون ملت تراشی کرد. این ملت تراشی میخوان بکنن، ناکامی پان عربی است، پان ترکی است، پان ایرانی است، پان هر چیزی، پان جرمنی است، پان اسلامی است، که خواستن با زبان به اصطلاح این کار رو بکنن، همین رو مرملا شده. بخوایم با زبان آکادمی صحبت بکنیم، باید بگیم که ناسیونالیزم قومی در سوی مخالف ناسیونالیزم ملی، ناسیونالیزم مدرن و مدنی و با در تخالف با مدرنیت است. همگرایی رو در یه ملت به واگرایی تبدیل میکنه، همگرایی رو در یه منطقه به جنگ قومی تبدیل میکنه. اصلا در همین اتحادیه اروپا الان یک همگرایی است. اندیشه های مثلا بزرگ همواره به طرف حکومت جهانی واحد دارن میرن. کانت بزرگ، این ایده کانته که حکومت جهانی واحد، دولت واحد، قانون واحد و بعد سازمان ملل، پیشنهاد اون از دل پیشنهاد اون در آمده. یعنی این گرایش بشریت همواره از عصر باستان هم این بوده که امپراتوری های بزرگ تشکیل شده. خب حالا تو بیای این پروسه همگرایی بشری رو جهانی شدن، یکی از خصوصیاتش جهانی شدن این است که همه به طرف یک اقتصاد واحد یا مسئله از دست دنیای ارتباطات میرن. حالا تو این بازی که به صورت طبیعی داره میره جلو بخوای به چیز بکنی، به اصطلاح بیاید پروسه واگرایی رو در پیش بگیریم، غیر معقوله. یا مثلا شعارهایی که بشریت داده، مثلا چپا دادن پرولتاریای جهان متحد شوید، خب بر اساس عنصر کار، زحمت و تلاش و مبارزه بر علیه استثمار و بی‌عدالتی گفته متحد بشید، شعاری انسانی. ولی تو میگی آقا ترکای جهان متحد میشین که چیکار بکنی؟ خب اگه اینجوری هست، خب بگن عرب های جهان هم متحد بشوید، بعد بگن اسلام های جهان هم متحد بشوید، دوره اصل امپراتوری ها برگردیم و امپراتوری نژادی، بعد چه اتفاقی میفته؟ بقیه میشینن نگاه تو میکنن. در اینجا برای تحقق امپراتوری تورانیزم تو فکر میکنی ایرانی ها باید میشینن نگاه کنن، تشویقت کنن، یا روسا یا خود آمریکایی ها یا بقیه با تمام قدرت در مقابلت میشن. یعنی این ایده یه رویای پوچه، عملی نیست، واقعی نیست. تکنولوژی داری؟ با 4 تا عملیات تروریستی میخوای کار رو انجام بدی؟ میزنم با بمب و تمام چیزا میزنم بسته که دیگه بلند نشی اصلا. پس بنابراین ناسیونالیسم قومی به قول معروف در بطن خودش ستیز و
جنگ و اینها رو وجود ملت رو بیش از اون که یه پدیده سیاسی، حقوقی و تاریخی بدانه، اون رو با معیارهای مثل خیشاوندی و پیوندهای فرهنگ زبانی به اسلام میبینه. از این جهت چنانچه ملت سازی ریشه در سنتهای دیرپای فرهنگ قومی باشه، بر پایه یک نظام شهروندی مدرن ناشدنیه. ناسیونالیسم بر پایه قانون خون برپا کردن خطرناکه، در حالی که ناسیونالیسم و مدرن و مدنی بر پایه یک نظام شهروندی استواره، بر قانون خاک و تولد در سرزمین استواره. منو پدرم مثلا فرض کن هندیه، اومده تو ایران. پدرم سرخپوسته، اومده تو ایران. من تو ایران متولد شدم، طبق قانون مدرن حق به شهروندی دارم و این از حق برخوردارم، انتخاب بکنم انتخاب بشم. اینو میگن دنیای مدرن، نه اینکه تا 7 نسل پدرم خارجی بوده منو بکوبی. او نشد که، حداقل دنیای اروپایی، دنیای آمریکایی خصوصیت مدرن از خودش داره که اینکه توی اونجا متولد شدی دیگه شهروند اونجا محسوب بشی، گذشته از اینکه 10 سال پیش پدرت اومده باشه یا 300 سال پیش. در صورت این آقای رئیسی ببخشید من پرسش فقط در پایان این رو عنوان نتیجه گیری، این که شما بیشتر اعتقادید بر این هستش که این یه جنبه بیرونی داره این حرکت که در آذربایجان اتفاق میفته و داستان یه تئوریه، یعنی توطئه‌ای است که بیگانه انجام میده برای اینکه ایران رو تجزیه کنه و از داخل چیزی درش نمیبینی؟ کاملا من توضیح دادم بکنم، من گفتم از بیرون این جریان ریشه های تاریخیش که توریزه کردن پال ترکیز و از قرن 19 چگونه توریزه کردن و وامبری به قول معروف یهودی با از بلخار بوده فکر میکنم، این پدیده رو در تاتارهای کریمه شروع کردن گردن. اون موقع انگلیسی ها پشت یه قضیه اومدن که با امپان ترکیز امپراتوری رومانوف ها را پس بزنن، چون دشمنی اصل اون بود. و بعد خود انگواز انگلیسی ها برای که عثمانی رو فروک باشن پان عربیز رو از جنوب رو انداختن برای اینا، یعنی کاملا نقشمند این کارا رو میکنن. همین الان هم انگلیسی ها به طور مشخص هنوز رویای این که خوزستان رو جدا کنن رو از دست ندادن. چند بار خیز برداشتن قبل از خزر، دوران خزر، بعدش همواره از تجزیه طلب حمایت کرده، همواره اون سیاست منافع امپراتوری و منافع خودش رو در این مسئله میبینه، این درست. اما در داخل هم توضیح دادم همین معیار شیعه گرایی افراطی سبب بسیاری از ستمهای دینی شده که روح جدایی خواهی رو در جامعه رشد داده، در کردها، در بلوچها، در ترکمنها. این ستم حکومته. اگر این رو بر پایه دولت مدرن تعریف می کرد خودش رو، دولت ملت مدرن، اینجا دیگه فرق نمی کنه که بهایی، یهودی، سنی، کرد، لور، به خاطر ایرانی بودن حق انتخاب شدن و انتخاب کردن رو داره. این تبعیضات تصریح پیدا کرده به تبعیضات سیاسی عقیدتی، به تبعیضات دینی، تبعیضات دینی و اقتصادی، به اقتصادی کشیده شده و همه این مجموعه رو فراهم کرده که بستری ساخته. اتفاقا اینها حکومت بستری ساخته که این توطئه های خارجی میتونه بر اون بستر. دقیقا، براو، بسیار خوب، به همین نتیجه رسید. اما یه چیزی آقای رئیسی، و اون که در افواه شایع است که مثلا حتی شما اینو به صورت پررنگ میبینید، بعد از 88 که شیخ اصلاحات کروبی که لوره در حقیقت، ماجرای جوکا دیگه همه لوری، الان دیگه ترکه نیست، رشتیه نیست، همه لوره است. و اینو میگن که دستگاه در ضدیت با او این داستان رو مطرح میکنه. به حال بیرونی خواسته داره، درونم بهش، یعنی دستگاه حاکم براش بستر فراهم میکنه. این
محور بحث. ازت ممنونم و سپاسگزارم از شما. تا هفته آینده که دوباره با شما گفتگو کنیم. گفتگویید با آقای عشمت رئیسی، امیدوارم که این گفتگوها کمکی کرده باشد. اگر این برنامه مورد توجه شما نازنینان واقع شده است، ارسال کنید که لینک برنامه را از طریق فیسبوک و تویتر و گوگل پلاس، احیانا اکانتی در بالاترین داری یا ایمیل لیست بلند بالاداری، برای دوستانتون هم بفرستید. به فیسبوک ما بیایید، ما را در فیسبوک دنبال کنید. آدرس فیسبوک ما هست facebook.com/mihantv عدد 1، می‌نویسیم facebook.com خط مورب میهن تیوی عدد 1. میهن تیوی عدد 1 آدرس ما در تویتر هست. خوشحال خواهم شد که نظرات شما رو در فیسبوک و تویتر داشته باشیم. ممنون و متشکر از شما. تا فرصتی دیگر. از کاوه نازنینم در سایت خوب و پر مخاطب مردمریپورت.net سپاسگزارم که با انتشار آخرین خبرها و موضوعات مرتبط و ویدیوها فضایی رو فراهم کرده. یک فضای بی تبعیض است و اون در حقیقت اصل سکولاریسم است که اونجا میتونی دنبال بکنی. از شما ممنون و متشکر. دنبال میکنیم برنامه ها رو همراه شما نازنینم. تا فرصتی دیگه، متشکرم.